عالم به فرمان فاطمه و زینب. خصوصیت دیگه ای که برای حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردیم، بحث ولایت مطلقه کلیه الهیه بود که بیبی زهرای مرضیه دارا بودند. امام باقر سلام الله علیه فرمود ولقد کانت فاطمه علیها السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الطير والوحش والجن والإنس والأنبياء والملائكة. اطاعت از حضرت زهرا کردن بر همه آنچه که خدا خلق کرده واجبه. این خصوصیت در باب حضرت زینب کبرا هم هست که زینب کبرا دارای همون ولایته و عالم به فرمان زینب چرخیده. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که محبت دروغین فاطمه زهرا و زینب کبرا رضی الله عنهما این آخوندان رافضی را به جایی کشانده که آنها را همه کاره جهان هستی دانسته و انبیا و ملائکه و تمامی مخلوقات را مطیع محض ایشان می دانند. همان گونه که مسیحیان مریم را همه کاره جهان دانسته و او را شریک الله قرار دادند، رافضیان نیز فاطمه و زینب رضی الله عنهما را به جای رساندند که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیامبران علیهم السلام برتر می دانند و فقط مانده است که ادعای خدایی آنها را مطرح کنند. حال اینکه قرآن کریم اطاعت مطلقه را مخصوص الله متعال و رسول او می داند و فرمان روایی این عالم فقط از آن ذات اقدس الهی است و عالم به فرمان او می چرخد. الله متعال می فرماید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. بگو از الله و از پیامبر اطاعت کنید، پس اگر رویگردانی نمایند، پیامبر وظیفه و مسئولیت خودش را دارد و شما نیز مسئول اعمال خیش هستید و اگر از او اطاعت کنید، هدایت می‌یابید و پیامبر وظیفه‌ای جز رساندن پیام و ابلاغ آشکار ندارد. و می‌فرماید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. او ذاتی است که در آسمان معبود و در زمین نیز معبود است و او حکیم داناست، خجسته و با برکت است ذاتی که فرمان روای آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست. از آن اوست و آگاهی از زمان برپا شدن قیامت نزد او می باشد و به سوی او بازگردانده می شوید. و می فرماید الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی دانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است و جز الله هیچ یار و یاوری ندارید؟ الله متعال می فرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. و جز الله مخوان چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی، که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. و اگر الله برای امتحان یا کیفر گناه زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم است.